زنده خاکچی یا همون سلول در ساحل دریا در کنار لجنهای دریا به وجود اومده. این بزرگتر شد و مجموعه سلول تشکیل شد و حیوانات به وجود اومده تا آخرش که به قول فردوسی حسین شما ستاره که بالای درخت کاجم هست از همون میترا به معنی خورشید هست، به معنی ستاره نیست. نه اون ناهید، اون میگن رب داره به ناهید، ناهیده میگی بالای درخت کاج که میذارن بالای ستاره. نه اون مه آینه مه خورشید ستاره نیست، مگر اینکه خورشید ستاره حساب کنیم که هست. حالا رسیدیم به جایی که در جنگ پنجم ایرانی‌ها پیروز شدن ولی افراسیاب فرار کرد. این افراسیاب به هر موقع آزادش می‌گذاشتن می‌آمد و آرد می‌کرد و می‌زد و می‌کشت و ویران می‌کرد و می‌رفت. این دفعه بالاخره شکستش دادن که فرار کرد. حالا گفتیم که کیخسرو برای تعقیب او از آب زره یعنی دریای زره عبور میکنه. این دریایی بوده که در قدیم وجود داشته ولی امروزه خشک شده است، همونجوری که میبینیم که ایران داره خشک میشه. این قبلا هم این اتفاق افتاده است. دریای زره تقریبا دریایی بوده که از بالای چین عبور میکرده، میمده وارد توران زمین میشده، از بالا یه شاخه از رود جیهون واردش میشده، میمده از کنار به موازات رود هیرمند میمده، با دریای هامون یکی میشده، میرفته از بلوچستان عبور میکرده و متصل میشده به دریای اقیانوس هند و دریای ایران. این دریا موجود رستم هم قبلا اگر یادتون باشه گفتیم که از این دریا عبور کرد، لشکر ایران از دریا برد و رب به یمن و یمنی ها را شکست داد، چون در یمن شاه ایران و ایرانی ها اسیر شده بودن، رفت و اونا را شکست داد و تقاضای صلح کردن و چند هزار ایرانی به اضافه شاه برگشتن و سودابه معروف که قبلا گفتیم که باعث این برنامه شد برای سیاوش یمنی بود، اسمش هم سودا بود، اینا اومدن به فارسی ترجمه کردن شد سودابه. سودابه در فارسی یعنی معرفت سودمن، آب یعنی خود نیکی و معرفت. از سرزن میگه مرا شیخ داناد مرشد شهاب، دو اندرز فرمود از روی آب، آب یعنی معرفت. چو آمد به نزدیک آب زره گشادن گردان میان از گره. میان از گره امروز ما کمربند میبندیم، گره نمیزنیم. در قدیم که این کمربندهای خیلی فنسی وجود نداشت با تناب میبستن به کمرشون سربازها، یعنی وقتی میخواستن آزاد بشن استراحت کنن گره تناب رو باز میکردن و حالا یا تناب بوده یا گشادن گردان میان از گره، یعنی که کمربند رو باز کردن همه برای اینکه میخواستن از راه دریا بیان برن به دنبال افراسیاب. همه کارسازان دریا و براز چین و زمکران همی برشا. کارسازان دریا همون نیروی دریایی ایران از زمان قدیم هست. به خشکی بکردون چه باگست کرد، چه کشتی به آو اندر افکن مرد. بفرمود تا توشه برداشتن ز یک ساله تا آب برداشتن، یعنی یک سال چیز غذا و توشه هم در کشتی ها گذاشتن و وارد دریای زره شد. جهاندار نیکختر راهجوی برفت از لب آب پر آب رو، بران بندگی بر فزایش گرفت جهان آفرید را نیایش گرفت. ایرانیان همیشه بخصن شاهان وقتی کاری میخواستن بکنن بزرگ اول به نیایش میپرداختن. همی خواست از کردگار بلند که او را به خشکی برد دیگه زن، همی گفت که ای کردگار جهان شناسنده آشکار و نهان،
نگهدار خشکی و دریا توی خداوند چرخ و سریا توی. سریا عربی فارسی همون پروین هست، به طور پروین که به فارسی پروینه، به ترکی فرنگیسه و عربی سریاست. نگهدار جان و سپاه مرا، همان گنج و تخت و کلاه مرا، پراشوب دریا از آن گونه بود که از او کس نرستی به دل ناشخود. ناشخود یعنی دلریش، همون شخ زدنه. یعنی میگه این دریا اون قسمتش بسیار پرموج آبه چیز آب اونجا. این را در قدیم دریای هرات هم بهش قسمتشو میگفتن، چون از هرات افغانستان هم عبور میکرد. و این شخود یعنی شخ زدن، یعنی اینقدر ترسناک بود که کسی که سواری کشتی میشه مثل که دلش شخ میزدن، همیشه احتمال سقوط وجود داشت. به شش ماه کشتی برفتن برام، که از اون ساختی هر کسی جای خواب، که تو کشتی ها شبا میخوابیدن. به هفتم که نیمی گذشتی از سال، شدی کج و بیراه بار شمال. بار شمال که اینه داشتن به شمال میرفتن شروع شد. میدونید در قدیم که پارو میزدن، اگر امروز هم نفتاد و بار از اون طرف بیاد، حرکت کشتی کن میشه. سر بادبان تیز برگاشتی، خله پیش ملاح بگذاشتی. یعنی خلال ایجاد میکرد که ملاح یعنی همون کاروان روی دره ندوس بری جلو. به جایی کشیدی زراح خرد که ملاح خواندیش فم الاسد. فم الاسد یک کلمه عربیه یعنی دهان شیر. فم یعنی دهان، اسد هم یعنی شیر. ولی این لغت فارسی فلقند هست. این واژه با قند با قین یا پلقند، که پلقند همین امواج دریا رو میگن، به شکلی که کشتی رو به نزدیک غرق شدن برسه. که به عربی فردوسی میگه که من لا خواندیش فمال اسد، فمال اسد دهانه شیر. چنان خواست یزدان که باد و هوا نشد تون، با اختر پادشاه شگفت اندرون. آو مانده سپاه نمودی به انگوش هر یک نشاه، به آو بندرو شیر جندیدی اندو گاو، همی داشتی گاو با شیر تا. اینا وقتی عبور میکردن به جزایر میرسیدن که میدیدن شیرهایی تو اون جزیره هستن و گاوهایی که با شیر میجنگن و شیرها نمیتونن به گاو پیروز بشن. همان مردم و اویها و چون کمن، همه تن پر از فرش و گوسفند. آدم هایی می دیدن احتمالا شبیه میمون، که اینا بدنشون پر از پشم بود مثل گوسفند. ببخشید، گفتید گاوها نمیتونستن از شیرا پیروز بشن؟ شیرا نمیتونستن. آه شیرا نمیتونستن. همین حالا من توی این فیلم ها یه چیز می بینم، بعضی وقتا شیرا اومدن گاوا دست جمعی میشن و حمله میکنن که شیرا فرار میکنن. این شیرا برم یه یه نفرش نمیده به شیرا. اون داستانی که مولوی گفته که سه تا شیر بودن، سه تا گاو بودن و یه شیر، تا وقتی متحد بودن شیر حریفشون نمیشد، وقتی جدا جدا شدن یکی یکی اومد کشتشون بودن. این داستان مولوی. گروهی سران چون سر گاو میش، دو دست از پس پشت بود پای پیش. بعضی از آدم هم این شکلی بودن که دستشون عقب بود پاهاشون جلو. تو این جزیرهایی که عبور میکردن تا اون روز ندیدن. یکی تن چو ماهی و سر چو پلنگ، یکی سر چو گور و تنش چو نهنگ. آرام هایی بودن به اشکال مختلف یا حیوانات. یکی را سر خوک و تن چون بره، همه آب از اینها بودی یک سره. نمودی همه این بدان آن بدین، همه خوانندی جهان آفرین. به بخشایش کردگار سپر، هوا رام شد باد ننمود چه. کردگار سپهر هم گفتم خدمتون که سمی سپهلو، جهان ما جهان سبودی، طول و عرض و ارتفاع، به این دلیل بهش میان سپهر، جهان سپهلو. دو
گذاشتن بر آب در هفت ماه که بادی نکردن در ایشون نگاه. دیگه هفت ماهه رد شدند و بادم بند. بیامد به پیش جهان آفرین، بمارید بر خاک رخ بر زمین، که همون سجده قدیم بود که صورتشون به خاک میمالیدن. برآورد کشتی ز زورق ز آب، شب آمدش بود شتاب آمدش بود جای شتاب. زورق عربی فارسیش هست نافچه، که موزه نافچه. بیابانش پیش آمد و ریگ و دشت، تناسان به ریگ و روان برگذشت. تناسان یعنی براحتی. همه شهرها دید بر سان چین، زبانها به کردار نکران زمین. میگه قیافه های اینا شبیه چینی ها بود ولی زبانشون زبان اوکراینی بود. امروز اوکراین در بین بلوچستان و پاکستان اون منطقه است، ولی این اوکراین اوکراین دیگه است که در شمال طولان زمین بود. این اون اوکراین خودمون که قبلا هم جز ایران بود نیست. بدان شهرها در بیاسود شاه، خورش خواست چندی ز بهر سپاه. سپردن زمین گیو را شهریار، بدو گفت برخورد تو از روزگار. اون سرزمین مکران را شاه ایران گیو را فرماندار استاندار اون منطقه کرد، شاه اون منطقه. و به او سفارش کرد درشتی مکن با گناهکار نیز، که بی عرض شد بر دلم گنج چیز. میگه تو اینجا شاه این منطقه باش، ولی با گناهکاران کسانی که کار خطا میکنن خیلی درشتی نکن، خشونت نکن، آمهربانی رفتار. چون البته اینجا یواش یواش قبلا اون خدمت گفتم در کیخسرو آثار تفکر عرفانی داره پیش میاد که هیچ وقت کسی به سردارش نمیگه، مثلا میرسیم بهش که میگه اگر کسی آره مورچه بذاری مورچه رو اذیت کنیم، هم سر از پرش برمیدارن، مردم رو اذیت نکنیم، حتی به مورهای این کشوری که ما فتح کردیم اذیت نکنیم. یواش یواش داره عرفانی فکر میکنه و آخرش هم از سلطنت کنارگیری میکنه که بعد بهش میرسه. زلشکر یکی نامور برگزید، که گفتار هر کس بداند شنید. گفتار هر کس بداند شنید یعنی کس که زبان دانه، چند زبان رو میدونه، که همین کلمه ترجمانی که یا ترجمه دیدار در فارسی میگیم این پهلویش هست، ترزبان. ترزبان حال زبان عربی شده، شده ترجمان. هر کسی هست که زبان دانه. گفت که از این پس ندارم کسی را به کس، پرستش کنم پیش فریاد رس. این هم چیز عرفانیه که من به دنیا اهمیت نمیدم. فرستاد نزدیک شاهان پیام، که هر کس که او جوید آرام کام. بیاین خرم بدین بارگاه، به دل شاد و نیکی دهش نیکخواه. هر آن کس که او زین سخن بگذرد، ز راه برخیش کیفر برد. به شاهان منطقه هم پیغام داد که اگر میخواهید شاه سلطنتتون برقرار بمونه، بیایید و آموزش را بگیرید. بگفتن هر یک که ما کهتریم، اگر کهتری را خودم در خوریم. گفتن اونم جواب بدن که ما کوچیکشون. کسی سر نپیچد از اون مهتران، به درگاه رفتن پیر و جوان. به درگاه شاه آمده با نثار، هم از مرزبانان و از شهریار. چو خسرو چنان دید برواخت، چون به خورشید گردان برافراخت. چون پس از گنج دژ باز جست آگهی، ز افراسیاب و ز تخت مهی. چون این گفت گوینده زان گروه، که این در نه آب است پیشت نه کوه. اگر بشمری سر به سر میکوبد، فزو نیست تا گنج فرسنگ سر. گفتم دیگه از جای بعد مشکلی نیست، صد فرسخ راه تا برسید به گنگ دیش. و کلمه فرسنگ هم قبلا گفته بود من تو، که زمان تقریبا 23 سال پیش اگر یادتون باشه به جای تابلوهایی که امروز از مثلا چقدر راه هست تا تهران یا اصفهان، فرسنگ نمی‌نوشتن، فرسنگ می‌گذاشتن. سنگی بود
که با خط سفیدش کرده بودن با خط سیاه می نوشتن مثلا تا اصفهان 20%. اینا بین هم گفتم فرسنگ 6 کیلومتر بود معمولا هر فرسنگ اصفهان تا فرسنگ یه فرسنگ 6 کیلومتر 6 کیلومتر بعد فرسنگ شد فرسخ کار شد از آن شاه بیدادگر جان نمان ز بیداد مردم فراغون نمان کنون تا برام از دریای آب به گنگ است با مردم افراسیاب میگه مردم از ترس افراسیاب فرار کردن الان هم رفته در گنگ با لشکر مردم خودش یعنی با لشکرش وجود از آن آگهی شاب شد شهریار شد و شاب بر دلش نیز خواب بران مردمان خلعت آراستند پس از به جهان دیدگان خواستند البته عربی خلعت خیلی خط بفرمود تا بازگشتن به شاب سوی گنگدج رفت و با حالا این رفتن گنگدج که افراسیاب در گنگدج عبستلال اردو گرفته بود که ایرانیان برسند و درگیر بشن سپه را بیاراست روزی بداد روزی دادن یعنی غذا دادن و پول دادن پول به معنی روزی هم هست یزدان نیکی دهش کرد یاد همی گفت هر کس که جوید بدی به پیش از زبان رفته این زدی به لشکرش گفت هر که به مردم اینجا که ما وارد این کشور شدیم بدی بکنه که با رفته واژه پهلویه یعنی مجازات خداوند را مجازات نباید که باشید یک تن به شهر که از اون رنج یا بر تن مور بر همینجاست که میگم تن مور بر هم که یعنی به مورچه آزار حتی به مورچه هم میگه که سربازان ما نباید آزارشون برسه که فردوسی سعدی هم در مورد فردوسی میگفت گفته که چه خوش گفت فردوسی پاکجا به رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خش است یا خوش است سیاه‌اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل اینجا همونه نباید که باشید یک تن به شهر که از او رنج یابد تن مور بر به سربازه اجازه میده اجازه نمیده باید شهر بشن یه شما باید در پالیمان خودتون باشید سرباز وقتی بره تو شهر مردم رو اذیت میکنه خود مردم اصلا بحشت بکنه جهاندار یعنی که کیخسرو جهاندار چون گنج را بدید چون از آب بدید دل و خشن آب پدید این شهری بود که پدرش با ایرانی ها ساخته بودن و این گنج که پدرش را سر بریدن و چند هزار ایرانی هم سر بریدن حالا اومده جایی که ایرانی ها اونجا رو آباد کردن هر جا می رفتن آباد می کردن مثل الان هم که اینجا اومدن همه کار می کنن و آباد می کنن این در کشور توران ایرانی ها گنگدج رو ساخته بود گنگ مقدس، سرزمین مقدس تو دادی مراز دارد همی گفت که داور داد پاک یکی بنده ام دل پر از ترس و باک تو دادی مراز و راوین و فر سپاه و دل و اختر و پای و پر که این باقی شارستان پدر بدیدم برآورده از خاک سر میگه شارستان این باستان میگه من میبینم درختهایی که پدرم کاشته بلند شده این سرزمین آباد شده ولی سوز که همشون را سر بریدن ایرانیان و سیاوش که شاهشون سیاوش که از فر یزدان پاک چونین با بیر پر کشید از مقاک ستمگر بدون کو بد تاخته است دل هر کس از کشتن او بخواست برون باره بگریز یک سر سپاه ز خون سیاوش که بود بیگناه منش گناهی هم نکرده بود به دست بلندیش بر کشته شد چون این تخم کین در جهان کشته شد پس آگاهی آمد به افراسیاب که شاه جهانگیر بگذاشت آب بگذاشت آب یعنی از روی جیهون عبور کرد از دریای زره عبور کرد شنیده همی داشتن در نهو بیامد شب تیره با کس نگفت جهان دیدگون را همان جا بماند
دل پرز تیمار تنها برام. افراسیاب وقتی دید اینا گروه گنده شدن بدون اینکه با ارتش صحبتی بکنه و جنرال ها فرار کرد. چون که کیخسرو اومد به گنگ اندرون سری پرز تیمار و دل پرز خون بدید آن دل افروز باغ بهشت چمنهای او چون چراغ بهشت. این ردن یک بیابان بود که ایرانی ها مثل بهشت ساخته بودن. هر گوشه ای چشمه و گلستان زمین سنبل و شاخ بلبل ستان. همی گفت هر کس که این اد نهاد همی در بباشیم تا مرگ شاد. از آن پس بفرمود بیدار شاه نگه کردن شاه توران سپاه. بجستن بر دشت با و سرای گرفتن بر هر سوی رنمای. همی رفت جوینده چون بیهوشان مگر زود بیابد به جایی نشان. همه فرستاد جاسوسان و کاراگاهان رو برن افراسیاب رو پیدا کنن ولی او فرار کرده بود. چو بر جستنش تیز بشتافتن فراوان ز کسهای او یافتن. بکشتن بسیار کس بیگونا نشان نیامد ز بیدار شد. میگه فردوسی میگه که ایرانی ها اینجا کار غلطی کردن. یه دست قوم و خویشای افراسیاب رو کشتن. این کار غلطی. نباید این کار رو میکردن که میگه بکشتن بسیار کس بیگناه نشانی نیامد ز بیدار شد. ایرانیان باز اینجا ستم داری کردن و یه ده بیگناه از اقوام افراسیاب که کشور اونو کشت. این کار باید این هم ببخشی همون زمان کیخسرو بوده همین داستان. آره کیخسرو سفارش کرد که حتی بایدون رو روی موشه نذارید اینا مردم رو کشتن. سرباز همین جنگ همینه. ممکنه یه لیوان ها بود کنید که فرض باشید. این قانون جنگ همینه. هر موقع جنگ بشه سرباز که دیگه رحم و مردانگی و مروت سرش نمیشه که